همراه اوزای امنیتی که در سمت شمال مخصوصا در شهر مزار شریف بررسی شده همیشه مورد پسند و مورد قبول بوده برای مردم و کسانی که در زون شمال زندگی میکنن به خاطر که میگن بیشتر امنیتش بهتر است و بیشتر کسانی که در این راستا کار میکنن فعالیت بهتری دارن و ما امروز در مورد فعالیت های قلردوی 209 شاهین و ای که اوضاع امنیتی شهر چگونه است بیشتر همراه آقای دگرمن مسعود الرحمن نظامی قماندان لوای سوم پیاده قلردوی 209 شاهین صحبت هایی را میداشته باشیم. آقای نظامی خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. تشکر. خوش باشین. آقای نظامی اگر در شروع در رابطه با اوضاع امنیتی زون شمال به خصوص ولایت بلخ صحبت هایی را داشته باشین خیلی خوب میشه. تشکر. ولایت بلخ به او شکل که شایعات و تبلیغات را که اهالی ملکی ما میشنوند به او شکل وضعیت قابل تشویش نیست، وضعیت فعلا نرمال است، هیچ ایتو موضوعی نیست که ما کدام احساس ازی داشته باشیم که خدای نخواسته شهر مزار شریف و یا یکی از ولسوالی های بلخ به سقوط مواجه باشه. در تمام ولسوالی ها و کمربند های داخل شهر نیروهای امنیتی و دفاعی جابجا هستند، اونا هیچ کسی را اجازه زیر نخواد دادن که تهدید داشته باشند به ولسوالی ها و یا به شهر مزار شریف. قسمی که میدانیم اوضاع امنیتی بقیه ولایاتی که در هما و اطراف شهر مزار شریف هستند بعضی اوقات خیلی خرابتر میشه و این میتونه یک تهدید برای ولایت بلخ و شهر مزار شریف باشه. موردی که شما روی دست دارین، آمادگی هایی که دارین تا چه حدی است که بتونه بیشتر مراقبت داشته باشین از سطح شهر و ولایت بلخ؟ خب در مجموع در پنج ولایتی که مربوط قماندانی محترم قلردوی 209 شاهین میشه پرسنل ما به شکل پوسته ها و بیس های بسیار مستحکم تعبیه شدن. فقط یک اندازه کم نگرانی در ولایت فاریاب است که تهدیدات دشمن تهدیدات است اونجا، زیبا چشم پوشی نکنیم، مگر باز هم نیروهای امنیتی هیچ کدام بیز و یا پوستی از اونا سقوط نکردن و هر بار که دشمن میخواد که یک فعالیت اجرا بکنن به نفع از اونا تمام نمیشه، هر بار نیروهای دولتی میتونن اونا را ضربات کوبنده و ضربات قوی را به اونا وارد کردن و توانمندی زیر ندارن که اونا دیگر در حالت تعرض باشن، چون نیروهای دولتی در مجموع نیروهای امنیتی فعلا به حالت تعرض هستن، از حالت مدافعی که قبلا بودن یا سالهای قبلی بودن از او حالت حال در آمدن و حال به شکل دوامدار تحرکات خود در چهار اطراف ساحه مسئولیت خود دارن و یگانه نگرانی کمتر نگرانی ما از ولایت فاریاب بود که اونا هم انشالله به توکل خدا نظر به پلان های آینده که ما روی کار داریم فعلا سرش کار جریان داره در ختم پلان گذاری انشالله عملیات های دیگه هم در ولایت فاریاب هم خواهد بود که بتانیم وضعیت امنیتی ولایت فاریاب هم مطمئن تر از وضعیت فعلی بسازیم. بله آقای نظامی، هم قسمی که شما اشاره داشتین گفتین بعضی از قسمت های شهر قسمی که شایعات هست او قسم نیست، اما از بعضی جاهایی که ما شنیدیم تا وقت شب دیگه نمیتونن از چند مدتی به این طرف بیرون از خانه برن و بعضی از خانوما نمیتونن دیگه از خانه بیرون شون و مشکلات زیادی صدرایشان قرار گرفته و بعضیا هم به یقیده هستن که اینا دوز و رهزن هستن، در مورد اینا گفتینتون چی است؟ خب اگر شما مشخص بسازید کدام ساحات به شکل دشت شور و طرف سیاگرد و بعضی مناطق دیگر، شب گذشتن یک شب پیشتر از در تاریخ 27 در لیل 27 بر 28 ما یک عملیات را سایر که شما میگین در شهرک افغانیه و قسمت آخر دشت شور اجرا کردیم، تمام مناطق تصفیه و تلاشی کردیم و حتی به خاطر دستاورد خود بگوییم که 16 کیلو مواد انفجاری را ما اونجا در شهرک پیدا کردیم، هیچ قدرت و هیچ نیروی اونجا نبود که تمام قابل شود یا بالای ما کدام تحرک را اجرا بکنن تا که ما ببینیم. امی پیشتر که گفتم بازم به تایید گپ خود میگیم فقط شایعات است و بعضی از گروپ ها میخواین که مردم را تشویش
قرار بتن به خاطر که ترس و حراس در مردم بیشتر ترس و حراس در بدل مردم پرتن، چون انتخابات هم در پیشروی است و دشمن همی فقط یگانه جنگ سرد دشمن است که مردم بسیار به اونا قبول میکنن، اما جنگ سرد از اینا را تبلیغات دشمن است، یک پای هیچ حقیقت ندارد. ما گفتیم در تاریخ در لیلی 27 بر 28 عملیات اجرا کردیم، تمام منطقه را دیدیم، تمام خانه تصفیه و تلاشی شد. شما میتونین از اهالی از منطقه پرسان بکنین، ما کدام گپ خدای نخواسته گپی نیست که ما از دل خود بگوییم، گپی اگه است که به حقیقت است و ما اونجا هیچ چیز را ندیدیم و هیچ کدام گروپ یا کدام باندی از مخالفین دیده نتونستیم. به تایید گپ شما بعضی چیزا باید یک گپ دیگر اشاره بکنیم. بعضی افراد مسلح غیر مسئول که مربوط یک قریه و یک منطقه میشن به خاطر همی که در دل مردم یک ترس و یک حراس به دل مردم پرتن، به خاطر از او ممکن که یه طور یک وقتی که بفهمن که نیروهای امنیتی اینجا نیست با شکل چی یک حرکت خود اجرا بکنن و هدف از اونایی نیست که بالای نیروهای امنیتی و توانمندی زیرام ندارن که بالای نیروهای امنیتی کدام حرکت را اجرا بکنن و یا به خاطر ترس انداختن بدل مردم میخواین بعضی حرکات های غیر قانونی اجرا بکنن، ممکن این گپ باشه. مگر هیچ دشمنی در سایه دشت شور و شهرک افغانیا تا این فعلا هیچ وجود نداره. بله. فیدبک مردم چی هست؟ تا چی اندازه حمایت دارن و همکاری دارن مردم با نظام و دولت و چقدر میتونه حمایت ها و همکاری مردم با نظامی های ما مؤثر باشه در تامین امنیت؟ خوشبختانه مردم صفات شمال ما تمامشان علاقمندی زیاد با نیروهای امنیتی خود دارن، حمایت دوامدار کردن از نیروهای خود. خب بعضی وقت باز هم گپ میگیم جنگ سرد دشمن است، همین شایعاتی که به گوش از اینا میرسن بالا از او تبصره میشه و تمام شهریای ما به تشویش میشن. لطفا اون کسایی که همین گپا را میزنن همین شایعات را پخش میکنن همکاری بکنن که ما تا ما بفهمیم و مردم ها را پیدا بکنیم که گپایی را که اینا میگن، تبلیغات را که اینا میکنن به منافع دشمن، ای از کدام مدرک، از کجا کی دیده، در چی وقت دیده؟ چون امنیت ملی ما یک امنیت ملی فعال است، اونا شب و روز کارمندای امنیت ملی ما کار میکنن، گروپ های کشفی استخباراتی ما کار میکنن، هیچ کدام موضوعی از طرف گروپ های استخباراتی و کشفی برای ما گفته نشده و تا که اونا تایید نکنن در اون منطقه طبعا چیزی نیست. فقط یک گروپ کوچکی که میخواین حراس افغانی و بعضی به خاطر منافع شخصیشان بعضی گپا را تبلیغ بکنن، اونا فقط تبلیغ میکنن. بله، تمام مردم افغانستان به وجود شما نظامی ها افتخار میکنن، به اینکه همیشه تلاش میکنین و همواره از خون و جانتان میگذرین تا اینکه بتونین در مقابل دشمن ایستادگی بکنین و اجازه ندین که به خاکتان، به هموطنایتان کدام مشکلی را ایجاد بکنن. باز در کنار تمام این موارد، پلان های بعدی که روی دست دارین، کارهایی که میخواین انجام بدین به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی چی هست؟ خب اول باید بگویم که ما نظامی ها اولاد از این مردم هستیم، اولاد از این ملت هستیم و به خاطر خدمت از این ملت هستیم. شما میبینید در بین ما نظامی ها در تمام افغانستان از هر گوشه افغانستان یک کسی حتمی در نظام ما در پالوی ما استاد است و هیچ تفکیک بین ما نیست، تمام ما یک افغان هستیم و هدف ما یک هدف است، خدمت به مردم و آوردن امنیت. از مردم همین تقاضا را داریم که کمک زیاد با نیروهای امنیتی و دفاعی خود داشته باشند. کمک مردم برای ما حتمی است. اگر قرار باشه در هر منطقه، هر نقطه ما یک بیز جور بکنیم، یک پوستر ایجاد بکنیم یا یک نفر معذف بسازیم که اونجا پیره بکنه، خوی به هیچ صورت ممکن نیست، چون ناراضی افغانستان بسیار، اگر راضی کلان هزار نقطه که مردم برای ما در وقت و زمانش معلومات دقیق ارائه بکنن، انشاءالله در مقابل از او عمل فوری اجرا خواهد شد. و در ضمن از این مطابق سوال دوم شما، ما نظامی ها یک پروسه طویل مدت و کوتاه مدت به خاطر عملیات های خود داریم، سر از او کار کرده میریم. فعلا در تمام پنج ولایتی که از تحت رهبری قماندانی محترم قلوردی 209 شاهین تمام لواهای ما
پلانگذاری میکنن و برای آینده پلانهای متعدد داریم در مناطق مختلف زون شمال که وظایف بخیر اجرا بکنیم و در هر نقطه که نظر به معلومات کشفی استخباراتی دشمن نفوذ پیدا بکنن در اولویت ما قرار خواهد داشت و عملیات را در نقاط اجرا خواهد کردیم. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. تشکر از شما. خیلی ممنون. ممنون از شما بیننده های عزیز. نصر احمد شریفی گزارش را آماده ساخته از آرایشگاه مردانه. میریم با هم گزارش را میبینیم. در پیشان وقفه دوباره برمیگردیم.